خدمتتون عرض شود. ببینید، از نظر من قتل یک بچه 19 ساله به دست جامعه است، جامعه ای که داره رویا بهش میفروشه، داره بهش فشار میاره. من از اطرافیان، از جامعه، از همه میپرسم با این کنکور ناعادلانه پولی چرا از بچه ها میپرسید که رتبه چه؟ سوال تلخی که از این بعد زیاد پرسیدن. چرا اولین سوالی که از اسمی پرسید، چرا اولین سوالی که از بچه میپرسید این است که کنکور تو چیکار کردی؟ خب مگه نمیدونی کنکورشو چیکار کرد؟ مگه نمیدونی که این کنکور پولیه؟ مگه نمیدونی که این کنکور 19 جور سهمیه داره؟ مگه نمیدونی که در این کنکور عده زیادی رو از خارج به داخل بی کنکور منتقل میکنن پزشکی میخونی؟ مگه نمیدونی بخشی از صندلی ها در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی فروش میره؟ پس چرا از بچه میپرسی که کنکور تو چیکار کردی؟ من سوال اصلیم اینه که آیا این بچه واقعا خودکشی کرد؟ آیا این بچه 19 ساله مصداق همه 19 سالهایی نیست که امروز پشت کنکور دارن له میشن؟ آیا همه اونها در لحظه‌ای که رتبه کنکورشون میاد دوست ندارن خودکشی کنن؟ بلایی که شما بر سر این بچه آوردین این است که حس خودکشی رو شما به این بچه ها دادید. این که همه چیز کنکوره و رتبه است و این رتبه و کنکور رو به مدد پول میتونی به دست بیاری. من سوالم از شما اینه که اگر که این کنکور پولیه، این بچه چه گناهی داره که با این همه پول و سهمیه و نابرابری و امثال هم رتبهش نمیشه زیر 1000؟ شما سال گذشته رو چک کن، کل رتبه های زیر 1000 کنکور همشونا یا غیر انتفاعی بودن یا سمپاک. یعنی ما اصلا غیر این نداشتیم. خب پس جامعه این بچه رو کشت. این بچه درستی که خودش رو از بالای 4 طبقه انداخت پایین، ولی من از شما سوال میپرسم چی تو ذهنش بود که خودش رو انداخت پایین؟ و آیا اون چیزهایی که تو ذهن اون هست تو ذهن تک تک این 800 هزار نفری که امروز پشت کنکور تحت فشار؟ آیا حسینی، من کامنت ها رو دارم میبینم، من کامنت ها رو دارم میبینم، هی لعنت به کنکور، لعنت به مافیای کنکور. این عصبانیتی که وجود داره توی ماجرای کنکور چی داره نفعشو میبره واقعا؟ ببینید، همین امروز مراجعه کنید به این کانالای مشاوران کنکور. اولا همشون میگن که آقا مجید حسینی گوش نکنید، به حرف مجید حسینی گوش نکنید، بیاید سال آینده رتبه میارید. درست امسال رتبه نیاوردید چون کم پول دادید، چون کم کار کردید، چون تو ضعیفی، کم کار کردی، باید کار کنی. بی ارزه تو کسی هستی که رتبه زیر 1000 ازت توقع داشتیم، چرا حالا 30000 آوردی؟ چرا حالا 40000 آوردی؟ تو، ما توقعمون از تو این بود که ببری، تو چجوری نبردی؟ در حالی که مهمترین مسئله این است که اصلا قرار نیست کسی ببره. شما فکر کن در 880 هزار نفر قرار 3000 پزشک بشن، از اون 3000 حجم زیادی سهمیه است، یعنی اصلا قرار نیست کسی ببره. بعد تو به بچه میگی رتبهش چند شد؟ شما به چه حقی به بچه میگی رتبهش چند شد؟ تو بعد از خودت بپرسی که چه بلایی بر سر این بچه آوردی. تو از خودت بپرسی که چرا این بچه رو تبدیل کردی به ابزار آرزوهای پوک خودت. این آرزوهایی که تو برای این بچه ساختی پوکه. از بین 800 هزار نفر 3000 نفر اونم بخش مهمیش با رانت پزشک میشن، بعد تبدیل به پزشکی میشن که برو ببین حقوق چند میلیارد تومانی خودش رو حاضر نیست یک قرونش رو به طبقات پایین کمک کنه و مالیات بده. یه چیز جالب آقای نعمتی به شما بگم، طبق اعلام آقای حریچی یکی از اقشاری که کمترین پروتکل‌ها رو رعایت می‌کنه پزشکان. مگه میشه؟ یعنی رتبه آخر آوردن در رعایت پروتکل‌ها طبق آمار رسمی وزارت بهداشت. چیه؟ دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش پولپرستیه. پولپرستی. سه تا دلیل اصلی داره که در مطب‌های پزشکا پروتکل‌ها رعایت نمیشه. یک، پوز نمیذارن. یعنی با پول دستی از مردم پول می‌گیرن، چون مالیات ندن. دو، نسخه الکترونیک اجرا نمی‌کنن. همه سیستم پزشکی ایستاده که نسخه الکترونیک اجرا نکنن، چون اگه نسخه الکترونیک اجرا کنن معلوم میشه که به کدوم داروخونه دارن سهم میگیرن، هی براش دارو میفرستن، از کدوم آزمایشگاه دارن پول میگیرن براش سهم میرسن. نسخه الکترونیک اجرا نمی‌کنن. سوم، به جایی که به مردم وقت بدن، مردم تلمبار میکنن پشت مطب‌های خودشون. شما برو الان یه پزشک متخصص یکم معروف‌تر، به جایی که بهت وقت بده میگه ساعت 3 بیا،
که به مردم نشون بده که وای من چقدر پزشکی خوبیم. ببین 200 نفر پشت دفترم، برندینگ جان مردم، برندینگ اقتصادی بخشی از پزشکانه. من واقعا از پزشکانی که یه ذره انسانیت و عدالت سرشون میاد و میفهمن خواهش میکنم جلوی اینا بیستید. بیشترین رعایت، عدم رعایت پروتکل ها مال قشر پزشکانی که این بچه ها آرزو دارن جز اونا بشن. بچه ها آرزو دارن جز قشری بشن که دارن بیشترین فشار نابرابری رو در بخش درمان ایجاد میکنن. سال گذشته 50,000 میلیارد تومان اینها 50,000 میلیارد تومان درآمد داشتن. برید ببینید که چقدر مالیات دادن. و ما اگه جنبش کارتخان رو راه ننداخته بودیم، این مردم اگه پیگیری کارتخان رو نمی‌گرفتن، اما یک قرون مالیات هم درسته. آقای حسینی میلیون ها توییت زده شد. خب میلیون ها توییت زده شد تو این هشتگ ها از آقای روحانی، آقای رئیسی، آقای قالیباف استمداد شد که بیایید کمک کنید کنکور امسال به تعویق بیفته. آقای رئیس جمهور رو من از رو میخونم، دقیقاً گفته آقای رئیس جمهور رو، گفت اگر ما نتوانیم یه آزمون برگزار کنیم چطور میتونیم بگیم مغازه ها باز بشن؟ اگر میگفتیم امسال کنکور نیست، این همه جوانی که چشمشان به کنکور بود را ناامید میکردیم. خاطرم هست یه گفتگوی قبلی ما با هم داشتیم، شما گفتید که یک شنبه تعویق کنکور در مجلس رأی نمیاره. چجوری پیش بینی های شما اینقدر درست از آب در میاد؟ آقای نعمتی، این دولت سرمایه است، علیه خودش که عمل نمیکنه. ببینید یه وقتهایی میشه که دولت میشه معاون اجرایی سرمایه داره، یعنی اون سرمایه داره تصمیم میگیره، دولت اجرا میکنه. من به سرس قاطع به شما گفتم که مجلس رأی نمیاره، دلیلش اینه که رئیس کمیسیون آموزش مجلس خود بخش مهمش دانشگاه آزادیه. یعنی مگه میشه که دانشگاه آزاد در مهر پزشکی نگیره، در بهمن پزشکی نگیره؟ بیچاره میشه لحاظ مالی. خب آقایی که رئیس کمیسیون آموزش چیزه، معاون اجرایی اوناست. یعنی معاون اجرایی که میگم، یعنی در حقیقت عنصر اجرایی است در خدمت سرمایه. دانشگاه آزاد بزرگترین ملاک کشور، کی گفته دانشگاه است؟ بیشتر ملک کشور داره، دانشگاه نیست که، ملاکه. آقای حسینی خیلی تند صحبت میکنید، من شنیدم شما به دادگاه هم احضار شدید، درسته؟ بله، سازمان سنجش از من شکایت کرد که تو داری اذهان عمومی رو تشویش میکنی چون که گفتی پروتکل ها رعایت نمیشه. من تو دادگاه عرض کردم آقای سازمان سنجش، رئیس مجلس گفت رعایت نمیشه، چرا یقه اون رو نمیچسبی؟ رئیس کمیسیون بهداشت گفت رعایت نمیشه، چرا یقه اون رو نمیچسبی؟ و سوال مهمتر اینه، چرا نماینده سازمان سنجش میاد تو دادگاه از تاوانی سنجش دفاع میکنه؟ ببین چقدر خنده دار. تاوانی سنجش بخش خصوصیه، میره آزمون برگزار میکنه، از بچهای مردم پول میگیره، از همون بچهایی که قرار خیلی قدیمی هم اصلا، یادم زمان ما هم بود کنکور سنجش بود زمان ما هم. بله، بعد نماینده سازمان سنجش میدونه تو دادگاه چی گفت؟ گفت خب من عضو اون تاوانی ام. گفتم مرحبا به ناصر نا، من اصلا لازم نیست علیه تو بیانیه بدم، تو خودت بیانیه علیه خودتی داری میگی من عضو اون تاوانی ام. خب اگه عضو بخش خصوصی هستی، چرا در بخش دولتی داری برای مردم تصمیم میگیری؟ برو کاسبیتو بکن. بعد نماینده سنجش برگشت به من گفت آقا ما کل تاوانی رو به شما میفروشیم 20 میلیارد تومان. خنده‌دار نیست؟ نماینده بخش دولتی میاد تو دادگاه از استاد دانشگاه شکایت میکنه، بعد میگه اون بخش خصوصیه رو به تو میفروشم 20 میلیارد. ببین چه کاسبیه دیگه. اصلا من نیاز نداشت که دفاعیه بدم، به قاضی گفتم آقا قاضی صحبت‌های شاکی دفاعیه منه، صحبت‌های شاکی دفاعیه منه. شما فقط حالا واقعا امسال رعایت نشد پروتکل ها. یعنی رئیس سازمان سنجش هم یه گفتگوی انجام داده، گفته در آزمون اخیر اتفاق غیرعادی رخ نداد. میدونید چرا میگه اتفاق غیرعادی؟ چون از نظر اونا همه اینا عادیه. این که این بچه خودکشی کنه عادیه، این که 8000 میلیارد تومان پول در بیارن از کنکور عادیه، این که کنکور رو به تعویق نندازن که دانشگاه‌های پولیشون و مافیای کنکورشون اداره بشه عادیه. ببینید ما در شرایط نولیبرالیسم و سرمایه‌داری ظلم برامون عادیه. مگه شما فکر کردی در مسکن غیر اینه؟ یه آخوندی میاد تو مسکن، من همیشه میگم ما یه سندروم آخوندی داریم. خب سندروم اون آخوندی نه، ها این آخوندی.
خب چی میگه؟ میگه مسکن بازاری نیست، من برای همین نمیخوام تو مسکن. مرد حسابی تو چیزی از مسکن باقی گذاشتی؟ طی یک ماه مسکن 20% 30% در هر ماه بالا رفته، یعنی میلیون ها نفر آدم از همین تهران و همین مشهد و همین تربت اخراج شدن به اطراف، بعد تو میگی مسکن بازار نیست، مسکن بازاری نیست، مسکن پس چیه؟ مسکن همش مافیاست، مسکن چیزی باقی نذاشتید ازش جز مافیا و دلالی. بعد میدونید من مسئلم اینه که اگه بخش خصوصی بیاد بگه آقا بازار رو رعایت کنید، خب بخش خصوصیه، وزیر مملکت میاد میگه که مسکن بازاری نیست. آقا قانون اساسی داره این مملکت گفته مسکن حق قانونی تک تک ملت ایران است، مسکن حق قانونی تک تک ملت ایران است، این قانون اساسی ماست، براش انقلاب کردیم، براش شهید دادیم، براش کشته دادیم، براش زحمت کشیدیم، حق قانونی است. بعد وزیر مملکت معاون اجرایی سرمایه است میاد میگه که چی؟ میاد میگه که آقا مسکن بازاری نیست، مسکن بازاری نیست، پشت بام اجاره میدید در تهران، پشت بام اجاره میدید در تهران به ماه 1,000,000 تومان، پشت بام گور اجاره میدید در تهران، اجاره خانه ها در تهران به قراردادهای 6 ماهه رسیده، در زعفرانیه به دلار خونه اجاره میدن، به دلار. بعد مسکن بازاری نیست؟ بعد من از شما میپرسم آقای نعمتی، این همون بازی آموزش نیست؟ همین بازی که تو مسکنه همون بازی نیست که تو آموزشه؟ همین مافیا بازی که تو آموزشه همون مافیا بازی نیست که تو مسکنه؟ هر دو کالای هم آموزش کالای هم مسکن کالای کالاس. خب حالا افراد میان این وسط افشاگری میکنن، میگن آقا فلانی خورده برده. نه عزیز من، مسئله ما این نیست که فلانی خورده برده، مسئله این است که قاعده بازی به ضرر پایینیاست، قاعده بازی آموزش. خب یعنی چی؟ یعنی اگه یکی هم خورده اون هم یکی از برنده هاست. نفر اول بله. کنکور پارسال آقای احمدی نژاد. خب برید ببینید آقای احمدی نژاد که پارسال نفر اول کنکور شد چقدر پول داده، چقدر پول داده. خب این برنده است، لازم نیست دزدی کنه که، اون همیشه برنده است. برید پیگیری کنید، قطعا پدرش پزشکه، قطعا. و پزشک پزشک میزاید و کارگر کارگر میذارن. بله. میدونی؟ یعنی قاعده بازی همیشه به ضرر پایینیه. من از شما سوال میپرسم، این قاعده بازی همون قاعده بازی نیست که آخوندی میگه مسکن بازاره، بازار نیست، من استعفا میدم چون مسکن بازار نیست؟ آقا این سندرومه، سندروم ضرر پایینی ها. راهش چیه؟ راهش این نیست که مثل رابین هود، مثل احمدی نژاد از بالایا بریم بکنیم بدیم بیا به پایینیا. نه خیر، قاعده بازی باید عوض بشه. بگید یکم در مورد قاعده صحبت کنید. قاعده بازی، ببین قاعده اینه، تو پول داری بردی، تو بورس نبری تو مسکن میبری، تو مسکن نبری تو دلار میبری، تو دلار نبری چجوری قاعده رو باید عوض کنی؟ چون پول داری. عوض کردن قاعده بازی یک تصمیم آرمان خواهانه است. من از شما سوال میپرسم، در این کشور موجودی سرمایه کشور سال گذشته 2,000,000,000,000 تومان بوده، یعنی نقدینگی کشور. خب شما یک لحظه تصمیم بگیر به جای که بنزین رو گرون کنی، کسر بودجت رو تامین کنی که 10% زندگی بله. پایینی ها گرون بشه، خب این کار نکن، از سرمایه مالیات بگیر، تکس پراپرتی. خب من سوال میپرسم، همین مجلسی که قصد سر صدا میکنه هیچ کارم نمیکنه، در مورد کنکور 100 بار گفت به تعویق میندازیم هیچ کارم نکرد، در مورد مسکن گفت البته آقا حسین اینجور جا ما لیبرالیسم هم درست اجرا نمیکنیم. آخه لیبرالیسم هم به سرمایه مالیات میگیره از سرمایه دار ازش. این که شما دارید میگید خیلی نه لیبرالیسم با نو لیبرالیسم فرق داره. ببینید نو لیبرالیسم قاعده است که در امریکا داره عمل میشه. الان چرا آقای ترامپ داره میبازه و چرا سندرز انقدر معتبره در امریکا؟ چون نولیبرالیزم در امریکا کار میکنه و درمان رو فروختن و کرونا باعث میشه که چون درمان رو فروختن ترامپ رای نیاره، چون درمان رو فروختن. خب اما لیبرالیزم در آلمان هم هست، اما در آلمان درمان رو نفروختن چون نولیبرالیزم نیست. ببین آلمان کشوری سرمایه‌داری صنعتی، ولی درمان رو نفروخته، ولی آموزش رو نفروخته، ولی مسکن رو نفروخته، ولی بیمه بیکاری میده. خب ما به این میگیم دولت رفاه.
دولت رفاه یعنی چی؟ یعنی آقا جون میخوای کاسبی کنی برو تو صنعت. چرا اومدی از مرض مردم پول در میاری؟ چرا از بدبختی مردم؟ چرا از بیخانگی مردم پول در؟ برو تو صنعت. برو کاسبی تو ببر تو صنعت. این میشه دولت رفاهی. خب ما چی هستیم؟ ما آلمان نیستیم، ما آمریکاییم. ما اسکاندیناوی نیستیم، ما آمریکاییم. این اتفاقی است که در امریکا داره میفته. چرا مردم کف خیابونای آمریکان؟ چرا؟ چرا کف خیابونای آلمان نیستن؟ چون آلمان اصلا تو کرونا کشته نداد. بیمارستان همه دولتی بود. بهترین تشخیص رو میداد. کاسبی نکرده بود بیمارستانا رو. ولی همین الان برو بیمارستان آتیه تهران کرونا داشته باش. چند ازت میگیرن؟ 35 میلیون تومان. این بازی چیه؟ خب تو نیویورک هم الان بری بیمارستان همه قرضت میگیرن دیگه با این قدرت خرید نیویورک. خب ولی در آلمان بری چیکار میکنن؟ در آلمان بری میگن آقا تو شهروندی، دولت وظیفه‌ش تو رو از کرونا نجات بده. دولت وظیفه‌ش، ببین اون دولت هم سرمایه داریه ولی وحشی نیست. ولی تمام زندگی رو چی؟ ولی معاون اجرایی سرمایه نیست. ولی رئیس جمهور، ببین نخست وزیر اسکاندیناوی، ما 5 تا کشور نوردیک داریم تو منطقه، نروژ و هلند، هر 5 تاشون نخست وزیرشون زنه، حتی آلمان. چرا؟ چون بازی برابری اونجا مهمتر از بازی سرمایه است. درسته، متوجهی؟ نخست وزیر ایسلند یه سخنرانی داره، گوش کنید، میگه کی گفته وظیفه دولت توسعه و رشده؟ دروغه. وظیفه دولت happiness for all، خوشحالی برای همه، خوشحالی نه توسعه. خب و من از تو سوال میپرسم، این مردمی که اینجا تو تایبات و تربتجام ما هستن خوشحالیشون چیه؟ یک دونه شغل، یک شغل، 1200 کالری غذا در روز، خوشحالیشون اینه، happiness for all، برای همه. تو لحظه ای که توی تربتجام و تایبات و بجستان و تباتکان و بلوچستان و بوی رحمت این همه گرسنه داریم، تو سر من بخوره پل و تونلا و اتوبانا و مالای تهران، خب چیکار کنم؟ این چه رشدیه؟ آقای روحانی میاد گزارش میداد میگفت رشد ما 2%، اون رشد تو سرت بخوره. این مال کسانی است که اینجا تو تهران نشستن، اون بچهای بلوچ و بوی رحمت که گشنن، که مدرسه هم ندارن، نرم افزار شاد هم ندارن، آب هم ندارن، شناسنامه هم ندارن. حالا شما میگه کنکور عادلانه است؟ کجا کنکور عادلانه؟ آقای حسینی، یه نظرسنجی رو خبر فوری برگزار کرد هفته گذشته که در خصوص راهکار اجرایی شدن مصوبه حذف کنکوری که در مجلس هم تصویب شده. در مورد این موقع نظرخواهی کرد. 4 تا گزینه هستش. من گزینه هاشو بگم، شما هم نظرتون رو بگید، بعد میگم نظر مردم هم به چه شکلی بود. گزینه اول این بود ورود دوباره مجلس و مصوبه جدید باعث میشه ماجرای حذف کنکور محقق بشه، یا برخورد قوه قضاییه با سوء استفاده کننده ها، سوم اقدام قاطع شخص رئیس جمهور، و گزینه 4 هم گذاشته بودن که سازوکار کنکور ادامه پیدا بکنه. شما انتخابتون کدوم گزینه است؟ اولا این دروغ بزرگه. تغییر کنکور یعنی چی؟ ما همین الان هم برای 85% صندلی ها کنکور نداریم. دعوا سر 3000 صندلی پزشکی و 7000 صندلی حدود پزشکی و پرستاری و همین 4 تا رشته پرستاری، دعوا دندان و ایناست، دعوا سر ایناست تا آخر عمرم هست. چرا؟ چون حقوق پزشک 27 میلیون تومانه، حقوق مهندس 1 میلیون تومانه، همون میخوام بذارم. خب بقیه فیلمه. آی ما میخوایم کنکور رو برداریم. آقا شما عرضه دارید مافیا کنکور رو بردارید؟ شما فهم کنید تو لحظه‌ای که کنکور مافیاییه برش دارن؟ البته تو سوال به همین اشاره شده بود که با توجه به اینکه مافیای کنکور هم امسال اثر خودش رو روی برگزاری گذاشته، به نظر شما چجوری میشه اون مصوبه رو اجرایی کرد؟ نظر شما کدومی که از 4 گزینه است؟ واقعا راهش کدومه؟ ببینید الان مصوبه برداشتن کنکور خب بسیار مصوبه ابیوزیه، خیلی خیلی سرکاریه. خب برای اینکه مردم اعتراضشون کم بشه، آقا کنکور همین الان هم نیست، برای 85% رشته هایی که صندلی توش زیادیه کنکوری وجود نداره، 10000 تاست. اون 10000 تا هم تا لحظه‌ای که درآمدش بالاست 900000 نفر میخوان رو اون 10000 تا بشینن. پس مسئله کنکور نیست از نظر شما، مافیای کنکوره. مسئله نابرابریه. خب حالا چون 900000 نفر میخوان رو 10000 تا بشینن، خب بازار ایجاد میشه، بازار سیاه. درست؟
حالا برای که بازار سیاه ایجاد نشه چیکار باید کرد؟ یک، مافیای کنکور یعنی کاسبی از کنکور باید حذف شه. شما فهم کنی امسال چرا کنکور تجربه اینقدر سخت بود؟ اصلا به عقل جن نمیرسید. هر کی هر چی خونده بود بلد نبود. چرا کنکور تجربه سخت بود؟ به خاطر که اگه از کتابا درست مثل آدم سوال بدن که مافیای کنکوری نیاز نیست که. شما فکر کن ما تو دوره خودمون، من سال 76 کنکور داشتم. خب؟ مثل آدم کتابمون رو خوندیم. رفتیم امتحان دادیم، رتبه هم شد 22. یک جزوه تستم نداشتم. یه تستایی بود به نام رزمندگان اسلام، اونا رو می‌خوندی رتبه بدتر می‌شد. اصلا بهتر بود نخوندی. خب؟ خب من رتبه 22 شد با کتاب‌های مدرسه. با مدرسه دولتی آقای نعمتی. رتبه 20 شد، یعنی زیر 50. خب اگه زبانمو خراب نمی‌کردم رتبه اول کنکور می‌شدم. همه رتبه‌هامو 100 زدم. خب چرا؟ چون می‌شد. ولی شما الان به آقای وزیر آموزش پرورش، نه به آقای رئیس سازمان سنجش، من کتابای مدرسه رو میدم به آقازاده‌شون برن کنکور بدن ببینم 400 هزارم میشن. یعنی از کتابا چی؟ چیزی نمیفهمی. هر روز کتابا کوچیک میشه، تستا زیاد میشه. چرا؟ چرا کنکور تجربی سخته؟ چون مافیا بتواند سال بعد کاسبیشو بکنه. بله. متوجه این؟ بتونه نفع ببره. خب به نفع کیه که سال سخت باشه مافیا؟ فکر میکنم اینو مردم هم درک کردن آقای حسینی. ما جالبه تو همین نظرسنجی خبر فوری که آمارش رو به من دادن، 48% مردم برخورد قوه قضاییه با سوء استفاده کننده ها از کنکور رو انتخاب کردن. یعنی نیمی از مردم الان این سوء استفاده از مسئله کنکور رو شما یه گزینه کم دارید. آخه شما یه گزینه کم دارید. ببین مبارزه با فساد در لحظه که ساختار فساد ایجاد میکنه، مبارزه با فساد یعنی از توی چشمه آب برداری. خب چشمه است داره آب میاد. خب حالا اصلا قوه قضاییه بیاد الان این مافیای الان بگیره، خب یه مافیای دیگه درست میشه تا لحظه که تو مجوز مؤسسه کنکور میدی. خب شما باید یه گزینه میداشتین، تغییر ساختاری به نفع طبقات پایین. کنکور باید برابر بشه ساختارش. درسته، متوجه این؟ وگرنه برخورد با فساد خوبه، اما مثل آب برداشتن از چشمه یه که دائما آب میاد. شما تا تو تهران تراکم میفروشی، حالا برو 1000 نفر بساز بفروش تو لواسون بگیر، آقا تراکم فروشی فساد ایجاد میکنه. درسته، بله. متوجه ای؟ الان مسئله این است که ساختار کنکور فساد ایجاد میکنه. شما برو فاسدا و سال فروشا و صندلی فروشا رو بگیر، اوکی کار خوبیه. خب ولی سال بعد دوباره تولید میشه. یه کاری کن تو دوباره تولید نشه. خب و اولین مسئله این است که این بچه‌های بیچاره فکر میکنن اصلا این بازی برنده است و ما دائما داریم بهش میگیم رقابت کن، رقابت کن، رقابت کن. با کی رقابت کنه؟ با آدمی مثل خودش. به جایی که بهش بگیم همدلی کن با همکلاسیت، بهش میگیم رقابت کن، رقابت کن. و تو لحظه ای که رقابتو میبازه چاره ای نداره جز اینکه خودشو از پشت بوم بندازه. خیلی اتفاقه. ما یکی دیگه از خبرایی که شنیدیم، حالا همین پروتکل ها هم بگید. یه چیز جالب بهت بگم، تو کنکور پیار سال گفتم یه کاکتوس بذاری سر کنکور از 1000 نفر میبره. خب میدونی چرا؟ میدونی چرا اینجوریه؟ چون به عده زیادی گفتیم رقابت کن، خودشون هم میدونن نمیبرن، ولی اگه رقابت نکنن آبروشون میره. اینا میان که اسمشون تو رقابت باشه، چون اگه به بغل دستی بگن من شرکت نکردم، شأن رقابتیشون از دست میره. خب مصیبتشون میدونه که کدوم لحظه، لحظه که بعد رتبهشون ازشون میپرسن. ننش بهش میگه که خب حالا رتبت چنده، ولی اندازه یه موبایل رتبه آورده. آره یکی از داوطلبان این آقای سوری متخصص اپیدمیولوژی توی اتفاقاً توی یکی از مسابقات تلویزیونی گفته بود که یه داوطلب ارشد 17 تا از اعضای خانواده‌اش رو، یعنی اطرافیانش، خانواده خودش، خانواده پدریش و اینها رو مبتلا به کرونا کرده. یعنی ایشون کرونا نداشته، وارد جلسه کنکور میشه، بعد از جلسه کنکور که برمیگرده، البته تو آزمایشات خودش فقط ناقل بوده، یعنی علائم کرونا رو نداشته. و این اتفاق کاش یکم اون تصویرایی که روز کنکور در میومد، اون ازدحاما اینا، وزارت بهداشت با این همه اصراری که روی برگزاری کنکور در این شرایط داشت، کاش حداقل نظارت میکنه. این خبرهای تلخ ما بعدش نمیشنیدیم. حالا این بحث این که 10 روز بعد از کنکور گفتن قربالگری از طریق وبسایت انجام میشه، اصلا قبلش خود اظهاری کرونا رو گذاشتن، یا این توضیح وسایل سلامت سر کنکور، کاش یکم جدی‌تر میبود. یعنی به نظرم خیلی خب از ما که شکایت کردن،
یعنی ما اومدیم این عکس‌ها رو منتشر کردیم به جایی که برن پروتکل‌ها رو حل کنن از ما چه مسئله پاک بشه. آقا برو پروتکل‌ها رو درست کن، چرا از اطلاع همیشه پاک کردن صورت مسئله راحت. بعدش هم به اون معاون اطلاع رسانی به جایی که اینقدر حقوق بده یادش بده که اطلاع رسانی کنه به مردم. از صبح تا شب مردم میگفتن آ این سوالات چیه منتشر کن. خب آقای سازمان سنجش بیا توضیح بده، بگو آقا این سوالات تقلبی کلاهبرداریه، بیا توضیح به مردم بده. خب هیچ توضیحی هم به مردم نمیده. من نمیدونم این روابط عمومی این سازمانا به چه حقوق میگیرن، از چی کارن، فقط حقوق میگیرن. آقا بیا توضیح به مردم بده، وظیفته، وظیفه تو اطلاع رسانیه. و حالا من الان سوال مهمترم اینه، یک، کنکور تجربی سخت شد به نفع کی بود؟ دو، سهمیه میدید بچه ها رو با 1 میلیارد تومن 2 میلیارد تومن میرن لهستان روسیه، اونجا سی باید میگذرونن میان ایران بدون کنکور پشت چیز میشینن، به نفع کیه؟ دندون پزشکی سهمیه نمیدید، بدونید راه حل الان پزشکی چیه؟ ما تعداد پزشکی های مملکت، تعداد پزشکی های مملکت از مغولستان، از ارمنستان، از سوریه، از فلسطین کمتره. تعداد ما از سوریه کمتر پزشک داریم. میدونید چرا؟ چون اصلا به ضریب درصدی میگم، ما به ازای هر 10,000 نفر 11 تا پزشک داریم. یعنی هیچ. خب سوئد 43 تا پزشک داره. خب گام اول اینه که آقا اجازه بدید تعداد بیشتری پزشک بشن، نه با سهمیه، نه با پول از ارمنستان و لهستان، از همین کنکور بی صاحب. بله. خب اون وقت چیکار میکنن؟ کاری که میکنن چیه؟ کاری که میکنن سهمیه‌های پزشکی رو کم نگه میدارن که اونور بازارشون تو تخصص به هم نخوره. یه دونه متخصص قلب بتونه چند میلیارد تومان درآمد داشته باشه، با مننت منو تو رو عمل کنه، مننت هم سرت بذاره، زیرمیزی هم ازت بگیره. بله. خب مسئله اینه. خب آقا در گام اول سهمیه‌های پزشکی باید افزایش پیدا کنه. تو مغز دانشجوهای پزشکی هم کردن که آقا ببین امکانات کمه، نباید زیاد دانشجو. عزیز من شما 90,000 میلیارد تومان بودجه درمان و بیمه کشوره، 1,000 میلیارد تومنش بذار دانشگاه پزشکی بساز، تجهیزات بده با آموزش پزشکی، این همه خرج میکنی، بیشترین حجم بودجه کشور رو داری، خب برای آموزش بساز. چرا نمیسازی؟ چون به نفعت نیست. نسخه الکترونیک رو چرا اجرا نمیکنن؟ چون به نفع وزارت بهداشت نیست نسخه الکترونیک اجرا کنه. پس چرا تامین اجتماعی نسخه الکترونیک اجرا میکنه؟ چون به نفعش نیست. چون معلوم میشه که چقدر دارو الکی مردم میندازن، چون معلوم میشه چرا آزمایش الکی مردم میفرستن، چون معلوم میشه چرا عمل الکی میکنن، اینا معلوم میشه به نفعشون نیست. درسته. خب اولین گام حل شدن، بهتر شدن، حداقل بهتر شدن کنکور پزشکی این است که آقا سهمیه دندان پزشکی و داروسازی رو افزایش بدید، تبدیل شده به الماس. حداقل بذارید ما اندازه سوریه پزشک داشته. آقای حسینی من اندازه لبنان، من یه نکته رو بگم، یه راه حلی رو، یه تیتر منتشر شد حتما شما هم دیدید که وزیر علوم راهکار حذف کنکور رشته‌های پرطرفدار رو اعلام کرد. این تیتری بود که منتشر شد، بعد وزیر علوم گفته بود که آموزش پرورش برای حذف کنکور باید 3 سال آخر تحصیلی رو دانش آموزان رو به صورت امتحان نهایی و با ارزیابی یکسان برگزار کنه تا دانشگاه‌ها بتونن نتیجه 3 سال دانش آموزان رو کنار هم قرار بدن و با دقت بیشتری انتخاب کنن. من فکر می‌کنم اینم آدرس غلطه. یعنی باز ما دوباره مؤسسات کنکور رو فعال می‌کنیم که اینا میرن حتی تو دوره دبیرستان هم برای امتحان نهایی باز آزمون‌های خودشون رو، یعنی رقابت سر اون رشته پرطرفدار که کم نمیشه با این اتفاق. بله، فقط بخور بخور و رانت و آقازاده بازی افزایش پیدا میکنه. وزیر داره یک راهکار جدیدی میذاره که اون وقت با پارتی بازی بهتر بشه پزشک شد. خب ولی حالا من اینو به شما میگم، اگه وزیر واقعا میخواد اصلاحی بکنه، مدارس پولی رو جمع کنه، دانشگاه‌های پولی رو جمع کنه، مافیای کنکور رو جمع کنه، مجوز مافیای کنکور نده، وزیر عدالت رو برقرار کنه، کنکور خودش درست میشه. خب آقا شما دست از سر کنکور بردارید، شما در همون نظام آموزشی که دارید عدالت رو برقرار کنید، اونم نه خیلی 100%، یه اندکی، مثل همین کشورهای اطراف، مثل ترکیه، مثل چه میدونم 10 تا کشور اطراف ما که حداقلی از چیز وجود داره، از برابری آموزشی وجود داره. خب متاسفانه اینا دائما آدرس غلط میدن، مسئله اصلی رو نمیگن. مسئله اصلی کالاسازی آموزش، پولی شدن و بازاری شدن آموزش و ایجاد مافیاست. و اگر کنکور به تعویق نمیفته یا سوالای کنکور سخته یا 1000 بدبختی دیگه، نفع اونا توشه. تمام.
یکی از نمایندگان مجلس هم من دیدم همین امروز یه تیتر دیروز بودش، یه تیتری دیدم از ایشون که گفته بود یک شبکه منتفع هست و اونها مانع اجرای مسابقه حذف کنکورن. به نظرم همین جمله هم درست نیست، یعنی بالاخره حذف کنکور که به قول شما اتفاق نمیفته به طور کامل، مجلس هم ظاهرا باید جای دیگه ای رو هدف بگیره. مجلس باید چی کار کنه به نظر شما این مسئله؟ میدونی مسئله چیه؟ ما نماینده های مجلسی داریم که در توییتر هم بیشتر اینکه رای بدن و کار کنن توییت میزنن. خب عزیز من تو که میدونی منافع داره، خب برو جلوشو بگیر، صندلی دست توی دست من که نیست که. من اگه رو صندلی نشسته بودم اولین مصاحبه میگه جلوی اینا رو بگیرم. تو نشستی رو صندلی، اولین کاری که توییت میزنی به مردم میگی آقا مردم دست ایناست. خب مردم که خبر دارن، که مردم که میدونن که دست ایناست، تو رو فرستادن اونجا که جلوشونو بگیری توییت میزنی. مسئله اینه آقا، مجلس رو از تو توییتر جمع کنید ببرید پشت همون صندلی ها تصمیم بگیرید. آقا حرف آخرتون؟ حرف آخر این است که افکار عمومی باید به نقطه‌ای برسد که نشود نابرابری را طبیعی جلوه داد. اینا دارن این نابرابری ها رو طبیعی جلوه میدن. مردم، این نابرابری ها طبیعی نیست. باید آموزش برابر، عادلانه و بدون تبعیض بشود و راهش هم این است که افکار عمومی این امور رو بحرانی کند. خب بحرانی باید بشه، باید همه مخالف باشن. نماینده مجلسی که میاد از عدم تعویق کنکور دفاع میکنه دور بعد نباید رای بیاره. همه سازکارهای قانونی باید در افکار عمومی اتفاق بیفته. یه روزی توی این مملکت میگفتن چی؟ آقا دخترها باید برن استادیوم. خب برای استادیوم رفتن دخترها رئیس جمهور تعیین شد. بله. ها؟ پس افکار عمومی یه لحظه موثر دیگه. ها؟ یه لحظه هست، نمیگم همیشه ها. خب مثلا در موضوع تعویق اصلا افکار عمومی به هیچ چیه دولت نبود. خب اصلا مهم نبود. خب ولی افکار عمومی یه لحظه مهم داره. برای اون لحظه مهم بذارید این شمع روشن باشه. یعنی چی؟ یعنی ما باید دنبال این باشیم چی؟ که افکار عمومی بیستد پای این که این نابرابری کنکور، آموزش و درمان توی این کشور از بین بره. اون وقت براش رئیس جمهور هم تعیین میشه، اون وقت مجلس هم باش تنظیم میشه آرام آرام. خب یه عده گفتن ما در موضوع تعویق کنکور شکست خوردیم، ول کردن رفتن. اتفاقا این آغاز بحثه، آغاز بحثه، آغاز لحظه ای که حالا مردم آرام آرام میفهمن که چی باید تا. یعنی شما احتمال میدید که در خرداد 1400 اینا به ثمر بنشین؟ آره، ما یک لحظه ای داریم که گفتمان به ثمر میشینه. ممکنه 1400 نباشه، ممکنه 1500، من نمیدونم، اصلا من که پیش بینی نیستم که. من میگم گفتمان همیشه به نتیجه میرسه. خب در یک تایمی به نتیجه. اگه امروز از عدالت حرف زدیم یه روزی این به بار میشه. مثل اینکه یه روزی آقای محمد خاتمی و اصلاح طلبها اومدن از روزنامه و جامعه مدنی و مطبوعات حرف زدن، یه روزی 120 تهران روزنامه داشت. یه روزی اومدن گفتن دخترها باید کنسرت برن و استادیوم، یه روزی هم استادیوم رفتن. مشکل این بود که این مطالبه بی خود ساخته شده بود. یعنی حالا 5000 نفر خانم‌ها رفتن استادیوم، فوش خار مادرم اونجا شنیدم. اتفاقی نیفتاد. دردی از جامعه حل نشد. خانم‌ها 1000 تومان نداشتن برن. کسر مهمی از جامعه مسئله شون اون نبود. خب ولی تبدیل به دیسکورس شد، گفتمان شد. حالا من میگم اون مطالبه اصلی جامعه که عدالت باید تبدیل به گفتمان بشه یک روزی به ثمر میشینه. پس ما باید این شمع رو روشن نگه داریم، هرچند امروز به نتیجه نرسیم. نرسیم، یه روزی میرسیم. خیلی ممنونم آقای حسینی. من دیدم یکی از کامنت ها نوشته بود که آخه اینا رو برای کی میگید آقای حسینی، اینا که گوش نمیدن. من به نظرم با این صحبت آخر شما خودمونیم که باید به حرف همدیگه گوش بدیم و این گفتمان رو یه موقعی که وقتش هست، حالا چه 1400 چه هر موقعی دیگه، این مطالبات رو به ثمر بنشونیم و انشالله نتیجه بده. ممنونم که امروز هم با ما بودید.